دلیل روزهای آخر هفته گذشته 21 استان را در بر گرفت. به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، به 15 روستای سیل زده در 5 شهرستان استان کرمان هم امداد رسانی انجام شده است. سیل این بار در استانهای تهران، سمنان، مرکزی، اصفهان، زنجان و مازندران خسارتهای بیشتری به جای گذاشت. بر اساس اعلام اورژانس کشور، بر اثر این حوادث 7 نفر جان خود را از دست دادند و 59 نفر هم در شهرهای کشور مصدوم شدند. همچنین امدادگران جمعیت هلال احمر کشور نزدیک به 1600 نفر را از اطراف رودخانه ها و مکان های خطرناک جابجا کردند. یکی از پرسش های مهم درباره وقوع سیلاب های کشور به دلایل خسارت بار بودن آنها مربوط است. چرا شاهد خسارت هایی هستیم که با شدت وقوع این حوادث تناسبی ندارند؟ رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی در گفتگو با روزنامه پیام ما میگوید الگوی بارش ها در کشور به نسبت سالهای قبل تغییر چندانی نکرده، بلکه سرزمین ایران دیگر در برابر این حوادث تاب‌آوری لازم آن را ندارد و ما به شدت آسیب پذیر شده ایم. احد وظیفه توضیح می‌دهد که الگوی بارش‌های بهاری در کشور در سال‌های اخیر تغییر نکرده است و نمی‌توان آن را بر اساس الگوهای تغییرات اقلیمی بررسی کرد. او توضیح می‌دهد که دلیل وقوع سیلاب‌ها عبور از مرز تاب‌آوری شهرها و روستاها در برابر بارش‌هاست. بارش‌های نیمه دوم بهار و تابستان به عنوان بارش‌های رگباری شناخته می‌شوند و همیشه در این فصل در کشور وجود داشتند. افزایش دما باعث تبخیر زیاد می شود و در ارتفاعات بخار آب به رطوبت مایع تبدیل و باعث بارش های شدید می شود. وظیفه توضیح می دهد که ابرها در سایز بزرگی نیستند و این بارش ها عموماً در تمام نقاط کشور یا در یک مسیر مشخص اتفاق نمی افتند. عدم دقت در پیشبینی مناطق تحت تأثیر این سامان ها نیز ممکن است به دلیل همین عدم یک نواختی باشد. به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، آنچه باید به آن توجه شود نه وقوع این بارش ها بلکه دلیل جاری شدن سیلاب هاست. او میگوید که این باران ها همیشه وجود داشتند و در دهه های گذشته نیز بارش های بیشتری در فصل بهار رخ داده است، اما محیط زیست ما دیگر توانایی تاب‌آوری ندارد. دستکاری زیاد در اراضی منابع طبیعی، شهرسازی نامتناسب، تغییرات در پوشش گیاهی و توسعه بیش از حد روستاها و شهرها باعث می شود که هر بارشی به سیلاب تبدیل شود. وظیفه بر اهمیت دستکاری بی برنامه و مدیریت سرزمین تأکید می کند و می گوید باید محیط خودمان را مقاوم کنیم. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.